سلام دوستان من، به کانال من خوش اومدین. امروز سارا همونطور که قبلا بهتون قول داده بود در مورد غیبت دو ماهش میخواد با شما صحبت کنه، اونم به درخواست خودتون. اما با این که در مورد این مسئله میخوام صحبت کنم، ولی ارتباط مستقیمی با پوست و مو داره، چون یک کاری رو در ایران انجام دادم که میخوام در موردش با شما هم صحبت کنم. اول اینکه قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع کنم، خوشحال میشم که اگه اولین بار هست ویدیوهای من رو میبینید، لطفا سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرید. اما در مورد غیبت هم این که چون مامان مریض شدن و در اصل پادرد شدید داشتن، من با مدت 2 ماه رفتم تا از مامان مراقبت کنم و برای کارهای بیمارستانش باهاش همراه باشم، برای ویزیت دکتر و همینطور MRI، CT اسکن، X-ray، سونوگرافی و تمام چیزهایی که نیاز بود. حالا داروها رو تهیه کنم، ببرم، بیارم، غذای خوشمزه واسه مامان درست کنم و همینطور این کارها. هدف اصلی از رفتنم این بود که رفتم ایران، و دومین دلیلش یعنی یه فرصت برام پیش اومد تا بتونم یه سری کار رو صورت انجام بدم و انجام دادم، و تقریبا میشه گفت یک عمل رو صورتم بود. و خیلی برام جالبه که شما هیچ کدوم متوجه این تغییر نشدین یا هیچ چیزی نگفتین که مثلا بگین آره سارا چقدر عوض شده یا یه اتفاقی واسه شده، چیزی نگفتین. و حالا من براتون توضیح میدم که چه کاری کردم و چه عوارضی داشت، چه نکات مثبتی داره، و اون چیزی نیست جز تزریق چربی از چربی بدن خودم، تزریق به صورتم مستقیم. یکی از روش‌های خیلی جالب هست که توسط متخصصین درماتولوژیست در یک شرایط استریل در اتاق عمل انجام میشه، ولی هیچ بیهوشی درش وجود نداره و شما شاهد تمام مراحل انجام کار خواهید بود. قبل از اینم که در مورد تزریق چربی صحبت کنم، این مویی که روی سرم هست، خب ویک هست، مایی خودم نیستش، یه تنوعی میخواستم ببینم که چه تغییر روی صورتم ایجاد میشه. و شما نظرتون در مورد این ویک جدید من بدین، اصلا به من میاد یا باید یک روش های استفاده کرد؟ نگاه با چسبیدی بشون. من خیلی خیلی وارد نیستم به این چیزا، فعلا همینجور به شکل موقت گذاشتم و گفتم یه فیلم تهیه کنم ببینم حالا چطور میشه. خودم احساس خوبی دارم باهاش، ولی فکر کنم برای تابستون یه خورده سخت باشه، چون هوا گرم هست و این یک حجم زیادی از مو هست. و خوبی که این ویک داره اینه که میتونم بشورمش، میتونم حالت فر با حرارت میتونم روی این مو کار کنم. این یک خوبی هست که داره، ولی موی طبیعی نیست چون من خوشم نمیاد. این مو مصنوعی هست و با بیس نایلون. خب بریم رو خارج نشیم از مسئله کاری که رو صورتم انجام شده. این صورت من هست بعد از اینکه کار تزریق چربی رو انجام دادم. داریم تو تصویر میبینیم، همونجا بلافاصله دکتر از من عکس گرفته. غالبا با افزایش سن، یعنی وقتی ما از افزایش سن صحبت میکنیم، نه اینکه در 70 سالگی، نه، چون مامان من 75 سالشه، وقتی که سیرت میشه صورت ما شروع میکنه به علائم پیری، و اولین چیزی که تو صورت ما خودشو نشون میده، حتی خیلی زودتر، چروک ها هستن که خیلی به ظهور میرسن. چربی صورت حجمش کاهش پیدا میکنه، کلاژن سازی ضعیف میشه، کم میشه، و پوست شروع میکنه به افتادن و حالت به سمت پایین. خب از طرفی تحت تاثیر نیروی جاذبه هم هستش. اینها رو یادداشت کردم که چیزی رو از دست ندیم. چیزی که در مورد تزریق چربی گفته میشه، یکی از موثرترین، ماندگارترین روش های جوانسازی و همینطور جبران حجم از دست رفته پوست هستش، که در اصل تزریق چربی پیوند هست، یک پیوند چربی هست که این کار رو از چربی پشت ران پاور می‌دارن. حالا بگذاریم که وقتی که این مرحله شروع شد، من یک افت فشار شدید پیدا کردم و سروم وصل شد. اصلا این تکنیک نیاز به سروم و آی وی لاین نداره، ولی خب انجام شد. چربی تحت یک مرحله و پروسه فراور شده آماده میشه برای تزریق روی صورت. حالا روی صورت
بعد تزریق برای کسانی که گودی زیر چشم دارن، برای کسانی که این قسمت های صورتشون حالت شلی داره، حتی حالت گونه داده میشه، پوست لیفت داده میشه، کمی لیفت داده میشه و بعضی از افراد زاویه سازی فک هم انجام میشه. خب این کار برای در اصل جوانسازی، ترمیم جای زخم هایی که بر روی صورت هست، بخصوص از اینانی که مثلا آب لیمورقوم گرفتن و صورتشون یه جاهایی رو به شکل اسکار ایجاد کرده، بهبود میده. پرکننده ایدول صورت رو چاق میکنه، همینطور که تو عکس دارین میبینید، و نتیجه این کار باعث میشه که شما پوستی با بافتی نرم، طبیعی، همگن و یک اثرات نیمه دائمی تا دائمی داشته باشه. اما بعد از تزریق چربی، بعد از 2 ماه تقریبا این چربی جذب میشه و فقط 30% باقی میمونه. یعنی از تمام اون پف صورتی که توی عکس دارین میبینین، این چیزی هست که الان باقی مونده، یعنی بیشترش جذب شده و برای رفع شلی و افتادگی پوست هستش، از بین بردن چروک‌های صورت، خط خنده، این دوتا منطقه که هستش که مال من در این منطقه اصلا تغییر ایجاد نشد متاسفانه، گودی و تیرگی زیر چشم هستش و باید همونطور که گفتم تحت نظر متخصص پوست و در اتاق عمل انجام بشه. از طرفی هم باعث تحریک کلاژن سازی هم تا حدودی میشه. اما عزیزانی که از طریق تزریق ژل این کار رو انجام میدن یا همون هایلورونیک اسید رو تزریق میکنن، اون هم کلاژن سازی رو اکتیف میکنه. یعنی حدود 3-4 سال پیش که من خط خنده داشتم، وقتی هایلورونیک اسید رو تزریق کردم روی خط خندم، چون اینجاها با بوتاکس از بین نمیره، غالبا بعد از 1 سال این اثر از بین میره و باعث تحریک کلاژن سازی شد و پوست من رو خیلی جوان تر کرد و حالا با تزریق این چربی بدن خودم خیلی کمک بیشتری رو بهم کرد. این روش بیشتر پیشنهاد میشه برای افراد بالای 30 سال، ولی اگه کسی باشه که زیر 30 سال هم باشه و تمایل داشته باشه و افتادگی و شلی پوست رو داشته باشه، متخصصین براشون این کار رو انجام میدن. آیا تکنیک پردردی؟ خیلی زیاد، خیلی وحشتناک بود. واقعا نمیدونم این داروهای بیهسی در ایران جواب نمیده، چون اینجا وقتی یک داروی بیهسی خیلی کوچیک هم میزنن تا 2-3 ساعت من هیچی رو حس نمیکنم، ولی این با این تزریق که انجام میشد روی چربیه که روی صورتم تزریق میشد، واقعا یک تکنیک دردناک بود و بعدش به خاطر اون درد شدید که داشتم یک طولانی مدت سردرد داشتم، خیلی وحشتناک بود. بعد میگفته میشه که یک روش نیمه تهاجمی، نه من اسمش رو نیمه تهاجمی نمیذارم، کاملا تهاجمی بود و به هر حال بکش و خوشگلم که باید تحمل میکردم، چون یک روشی نیست که تو اتاق عمل تحت بیهوشی انجام میشه، اصلا نیازی به این کار نداره. ولی اینکه آیا من چند درصد راضی هستم؟ 50%. یعنی اگه بگم که دوباره این کار رو انجام میدم، نه من دوباره این کار رو انجام نمیدم و ترجیح میدم که همون تزریق ژل هایلورونیک اسید رو انجام بدم از این بعد. هر وقت که خواستم که برای پوری صورتم کاری انجام بدم، از این روش استفاده نخواهم کرد، با تمام مزایایی که داره و یک عمل جراحی گران هست در ایران و هزینه‌اش خب نسبتاً بالاست. هرچند به پوند زیاد قیمتی نداره، ولی به هر حال یک عدد بزرگ هستش و از عوارضش هم که کبودی، درد و ورم صورت هستش که فکر می‌کنم یک مقدار تزریق که روی چونم انجام شده این منطقه فقط کبود شد و اینا بقیه صورت هم کبود نشد. مرتب باید کیف آب گرم رو، آب سرد رو و یخ رو بذاریم روی صورت تا حدود 1 هفته حالت نیمه نشسته باید بخوابی، چون که باعث بشه که صورت خیلی ورم نکنه، ولی هر ورمی که داره موقت هست و برطرف میشه. خیلی ها راضی هستن و خیلی ها هم نه، خیلی هم راضی نیستن، ولی به هر حال من جز کسانی بودم که 50% روی این مسئله صحبت میکنم و دیگه تکرارش نخواهم کرد، چون فوق العاده دردناک بود. لااقل برای من، شاید خیلی ها خیلی براشون دردناک نخوشه یا آستانه دردشون در حدی باشه که بتونن تحمل کنن، ولی برای من فوق العاده دردناک بود و
این کاری بود که انجام دادم و کار بعدی هم که انجام دادم یک سی سی ژل تزریق کردم تو لبم چون نمیخواستم خیلی لبای این مدلی بشه و اینکه خیلی سریع جذب شد و نمیدونم اصلا به نظر شما تغییر رو میبینید. خیلی دوست دارم که نقطه نظراتتون رو در این مورد بگین، ولی اینکه آیا این کار رو میشه در سالن‌های زیبایی انجام داد یا در آرایشگاه‌ها، نه حتما در اتاق عمل تحت نظر متخصص پوست انجام میشه، درماتولوژیست باید باشه همراه یک تکنسین اتاق عمل که وارده به کار باشه انجام میشه. و اینکه به من تو اتاق عمل با اینکه درد زیادی داشتم خیلی خوش گذشت، دیگه با هم دیگه چای خوردیم اونجا، دکتر چای آورد، چای نوشیدیم با هم دیگه اونجا، کلی خندیدیم با اون همه دردی که داشتم. و وقتی که کار تمام شد قشنگ لبهای من به این شاید کج شده بود، انقدر که بی‌حسی زدش رو به کل صورت، ولی نتیجه همچنان درد وجود داشت. خیلی برام جالب بود و اینکه دکتر بعد اینکه میخواستم بینیمو عمل کنم فرصت نشد و اینکه میذاریمش واسه تابستون دیگه. اینکه چرا بینیمو میخوام عمل کنم، چون پا به سنگ گذاشتن بینی شروع میکنه به یک چربی اضافه و انگار بینی بزرگتر میشه. میخوام یک خورده جلوی این رو در اصل بگیرم، وگرنه نوک بینی من حالت افتادگی به سمت پایین نداره، فقط یه حالت گوشتی و چاق داره و به خاطر همین میخوام قبل از اینکه خیلی بزرگتر بشه با پا به سنگ گذاشتن جلوش رو بگیرم. چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر دل خودم. و چون بعضی میگن که خب حالا تو که ازدواج کردی چرا این کار رو میکنی؟ من برای دل خودم این کار رو میکنم، به خودم انرژی مثبت میدم. دوستانی که از قدیم من رو میشناسن میدونن که من شاید شرایط خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم و با بیماری سختی دست و پنجه نرم کردم و حالا میخوام که تمام روزهای از دست رفته رو جبران کنم، حالا به روش‌های مختلف. ولی اینکه هر کاری رو چقدر خوبه که آدم با حساب کتاب انجام بده و بر جلو و هر کاری رو انجام نده و بعد پشیمونی به بار بیاد. و من خواستم این تجربه خودم رو با شما در میون بذارم و دیگه اینکه همین دیگه این اتفاقاتی بود که افتاد و خلاصه من این کارها رو انجام دادم و اومدم. بازم در مورد تزریق چربی اگه چیزی رو نگفتم لطفاً حتما از من سوال کنید. این هم در اصل اون چربی هست که انگار فراوری میشه، حالت زرد رنگ داشت، 60 سی سی بود و تمام 60 سی سی به صورت من تزریق شد و الان فکر میکنم که فقط 30% باقی مونده. این هم از این ویدیو امروزمون تمام شد. دوستان لطفاً نقطه نظراتتون رو به من بگین، خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.